با درود به بینندگان عزیز تلویزیون ایرانیان، در هفته گذشته گلادیورهای ریز و درشت جمهوری ولایت فقیه در انتظار سه‌شنبه مهم در زندگیشان کمتر به بال و پر هم پیچیدند. تنها سردار قالیباف بود که با یک سخنرانی تتم آبروی خود را برباد داد. آقای قالیباف یکی از امیدهای جامعه شهری بود. حداقل مدیریت او در جامعه شهری تأثیر زیادی بر مردم گذاشته بود. گویی اینکه کسانی بودند که میگفتند اگر بودجه ای را که آقای قالیباف در اختیار داشت در اختیار هر رفتگر شهرداری هم میگذاشتید میتوانست دستاوردهایی نظیر او داشته باشد. با این همه آقای قالیباف تا زمانی که به دانشگاه شریف رفت فردی متفاوت از بعضی از نامزدهای مورد تایید ولی فقیه به حساب می آمد. او در دانشگاه شریف گفت که مخالف ورود نیروهای انتظامی به دانشگاه بوده است. این دولت اصلاحات بود که دستور تیراندازی را صادر کرد. البته آقای معین جوش آورد. آقای طلایی در تایید قالیباف سخن گفت. اما سخنان دیگر قالیباف که در گذشته برای بسیجیان بود توسط اصلاح طلبان منتشر شد. در آنجا آقای قالیباف گفت که خود شمشیر کشیده است و تهدید کرده است و حرفهای نامبارک و ناسزا گفته است برای اینکه بتواند جلوی فتنه را بگیرد. چهره مستر جکیل و مستر هاید در برابر ما روشن شد. دیگر نامزدها نیز با ظهور آقای سعید جلیلی حساب کار خود را کردن. آقای ولایتی زمزمه کرد و آقای حداد عادل به صراحت گفت که ممکن است با اومدن جلیلی کنار بروند. آقای محمد تقی مصباح یزدی نیز همچنان گفت که از فردی حمایت میکند که احمدی نژاد گفته بود مثل هلو توی گلو میرود، باقری لنگرانی. معلوم است آقای محمد تقی مصباح یزدی به هلو علاقه بسیاری دارد. میماند آقای سعید جلیلی که به هر حال گلادیاتور اصلی نایب امام زمان و ولی فقیه است. آقای خامنه ای میخواهد او را بیاورد به هر قیمتی شده. در این میان هاشمی رفسنجانی که مسلما از غربال شورای نگهبان عبور خواهد کرد، چون رد کردن صلاحیت او یعنی نفی کل نظام و آقای خامنه ای طاقت دادن چنین هزینه ای را ندارد، ضمن اینکه قم و بازار نیز با هاشمی است. به هر حال مرحله بعد از سه شنبه مهم است، اینکه آقای رحیم مشایی در بازی خواهد بود یا نه. آنطور که گزارش های پس پرده خبر می دهد احمدی نژاد مشغول چانه زنی است. او به آسانی دست از مشایی نمی کشد، همان گونه که به آسانی دست از طرح پوتین مدویدیوف نخواهد کشید. اگر بازی منحصر به رفسنجانی، سعید جلیلی و آقای مشایی باشد، طبیعتا مشایی وقت بیشتری برای بردن دارد. اگر او را کنار بگذارند وقت رفسنجانی بالا می رود و باید دید ولی فقیه برای مرحله نهایی چه تصمیمی گرفته است و بازی احمدی نژاد چیست؟ آیا او به همین آسانی قدرت را رها خواهد کرد؟ سه‌شنبه روز مهمی است. سه‌شنبه برای ما و برای بازیگران اصلی صحنه آشکار خواهد کرد که سید علی آقای نائب امام زمان چه سناریویی را برای انتخابات ریاست جمهوری این دوره طراحی کرده است. تا هفته آینده همه شما را به پروردگار بزرگ می سپارم.